اعتصاب رانندگان تاکسی در دهگلان در استان کردستان. اعدام یک زندانی در مراغه. مارک دوبوویتس: رژیم ایران در برابر قدرت جا می‌زند. رانندگان تاکسی شهر دهگلان در استان کردستان دست به اعتصاب عمومی زدند. رانندگان در اعتراض به گرانی و چند برابر شدن قیمت‌ها اعتراض کردند و گفتند درآمدشان جوابگوی زندگیشان نیست. والله ایمه بو کرایه من الان دو سال کرایه ایمه نخیم فی من نده اصلا. رژیم آخوندی یک زندانی را در زندان مراغه اعدام کرد. این زندانی که شاهین صمدی نام داشت و 34 ساله و اهل شهرستان نقده بود، روز شنبه 14 اردیبهشت اعدام شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد آمریکا یک ناو هواپیمابر را زودتر از موعد به خاورمیانه اعزام می‌کند. با این هشدار که رژیم ایران و نیروهای دست نشانده‌اش علائمی دردسرساز از یک حمله احتمالی به نیروهای آمریکا در این منطقه نشان دادند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا طی دیدارش از فنلاند به خبرنگاران گفت هدف این است که رژیم ایران مانند یک رژیم معمولی رفتار کند. مارک دوبوویتس مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن درباره اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه گفت اخطار وقتی همراه با نیروی چشمگیر نظامی باشد احتمال جنگ را کاهش می‌دهد. اگر رژیم ایران ضعف ببیند مهاجم می‌شود، اما اگر قدرت آمریکا را حس کند عقب می‌کشد. سناتور ریچارد بلومنتال عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز روز دوشنبه گفت اعزام ناو جنگی به منطقه خاورمیانه پیام مهمی برای رژیم ایران دارد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در مورد اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفت اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و گروه ویژه بمب‌افکن نیروی هوایی آمریکا به منطقه تحت مسئولیت سنکام در پاسخ به تهدید نیروهای رژیم ایران است. ما از رژیم ایران می‌خواهیم تمامی تحریکات را متوقف کند. ما این رژیم را به خاطر هر حمله ای علیه نیروهای آمریکایی مورد حسابرسی قرار می‌دهیم. مارکو روبیو سناتور ارشد سنای آمریکا در پیامی به رژیم ایران هشدار داد ما بین حملات از سوی شبه نظامیان شیعی در عراق و سپاه پاسداران که آنها را کنترل می‌کنند تفاوتی قائل نیستیم. هر گونه حمله از سوی این گروه‌ها علیه نیروهای آمریکا به مثابه حمله از سوی رژیم ایران تلقی شده و واکنش مقتضی را در پی خواهد داشت. Well, Cyril, it's at least 90 aircraft on board the USS Abraham Lincoln, and that includes both. سرهنگ سدریک لیتون، معاون مدیر پیشین آموزش در آژانس امنیت ملی آمریکا، در رابطه با قدرت آتش ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفت: دست کم 90 هواپیما بر روی عرشه این ناو وجود دارد که شامل هواپیماهای بال ثابت و بال متحرک یعنی هلیکوپترها به علاوه یک نیروی ویژه بمب‌افکن است. این حضور نظامی بسیار بزرگی است که برای ارسال پیامی به رژیم ایران طراحی شده است. رژیم جنایتکار اسد با حمله هوایی به مناطق مسکونی در منطقه ادلب 4 غیر نظامی را به قتل رساند. در پی این حمله شهروندان خانه‌های خود را ترک کردند. محمد حلاج مسئول هماهنگی نهادهای مدنی سوریه با اعلام این خبر گفت با ادامه بمباران این مناطق احتمال دارد که شمار مهاجران به بیش از 600 هزار تن برسد.